درود به دوستان عزیز و همراهان سلامتی. فرقی نداره که شما چند سالتونه، یه نوجوان 15 ساله هستین یا یک مرد مسن 60 ساله. در هر صورت باید تغذیه مناسبی داشته باشید. تغذیه مناسب برای یک مرد شامل تمامی اقلام غذایی مثل میوه، سبزیجات، غذاهای پرفیبر، آجیلها، گوشت و لبنیاته. این دقیقا همون رژیم غذاییه که مردان برای جلوگیری از چاقی، مشکلات قلبی، بیماری های پروستات و سایر بیماری ها لازم دارن. غذا تنها سوخت بدن نیست، بلکه رژیم غذایی شما میتونه در مبارزه با بیماری ها به بدنتون کمک کنه و باعث بشه در هر سنی که هستین احساس جوانی کنین. در رژیم غذایی برای مردان باید این موارد وجود داشته باشه: روزانه حداقل 2 فنجان میوه، 2 لیوان سبزیجات برای دریافت ویتامین ها، مواد معدنی و فیبرها، نصف مصرف روزانه غلاتتون از غلات کامل استفاده کنید. به جای غلات تصفیه شده، نان سبوسدار، ماکارونی، برنج قهوه‌ای و یا جو 2 سر مصرف کنید. حداقل 2 الی 3 وعده ماهی در هفته مصرف بکنید و 38 گرم فیبر در روز برای مردان جوان و 30 گرم فیبر در روز برای مردان بالای 50 سال لازمه که استفاده بشه. در این ویدیو قراره بپردازیم به بهترین میوه ها و سبزیجات برای مردان، به خصوص مردان بالای 50 سال. قبل از اینکه بریم به سراغ ادامه ویدیو، همین الان دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو برای از دست ندادن ویدیوهای بعدیمون فعال کنید و ویدیو رو لایک کنید، برامون کامنت بذارید. مورد اول، انواع توت ها. توت فرنگی منبع عالی ویتامین C و آنتی اکسیدان های ضد پیریه. بلوبری، توت سیاه هم مواد مغذی دارند که ممکنه عملکرد مغز رو بی نهایت بهبود ببخشن و باعث تقویت حافظه بشن. بلوبری حاوی آنتی اکسیدانی به اسم آنتوسیانینه که علاوه بر ایجاد رنگ میوه، از آسیب رادیکال های آزاد که منجر به پیری زودرس و آسیب به بافت ها میشه جلوگیری میکنه. اگر شما یک مرد بالای 50 سال هستید، در رژیم غذاییتون و مخصوصا در این فصل میتونید از منابع توت و توت فرنگی استفاده کنید. گردو. گردو منبع عالی اسیدهای چرب امگا 3، آنتی اکسیدان ها و فیتوشیمیایی هاست که برای سلامت مغز عالی هستند. این مواد مغذی برای کمک به کاهش افسردگی و حفظ عملکرد شناختی اثر بخشی خودش رو نشون داده. گردو همچنین با استرس اکسیداتیو و التهاباتی که به طور طبیعی با بالا رفتن سن رخ میده مقابله میکنه. 1 فنجون گردو 2.7 گرم چربی امگا 3 برای شما فراهم میکنه که بیش از مقدار مورد نیاز روزانه است. گردو مقدار زیادی پروتئین، فیبر، سلنیوم، منیزیم و ویتامین ای برای بدن فراهم میکنه که میتونه از پروستات شما محافظت بکنه. مطالعات نشون داده افراد سالمی که گردو مصرف کردن، سطح کلسترول بد بدنشون رو خیلی عالی کاهش دادن و در نهایت منجر به کاهش 18% خطر ابتلا به بیماری های عروق و قلب شدن. آلبالو. این میوه باعث تسکین درد عضلات میشه. رنگدانه های موجود در گیلاس و آب آلبالو اثرات برخی داروهای ضد التهاب رو تقلید میکنن و هیچ عوارضی هم ندارن. برای ریکاوری عضلاتتون بعد از ورزش یا بهبود آسیب دیدگی عضلاتتون از آلبالو استفاده کنید. آلبالو مقدار زیادی لیکوپن، فلانوهید، ویتامین سی و فولات رو برای بدن تأمین میکنه که همگی برای بهبود سلامت کلی بدن آقایان مفید هستند. موز بخورید. موز منبع عالی پتاسیمه که مانع گرفتگی عضلات و کمک به تنظیم فشار خون میشه. این میوه همچنین دارای خاصیت ضد التهابیه که به حفظ مفاصل و کاهش درد عضلات کمک میکنه. موز همچنین منبع خوبی از فیبره که میتونه سطح کلسترول رو کاهش بده و از مردان در برابر سرطان روده بزرگ محافظت کنه. منیزیم موجود در موز خطر سکته مغزی رو به وفور کاهش میده. گزینه بعد زنجبیله. زنجبیل مثل یک ضد التهاب قوی عمل میکنه، تورم رو کاهش میده و حتی اثر ضد درد داره. اگه بعد از بیدار شدن از خواب درد عضلات کمر شما رو آزار میده یا بعد تمرینات ورزشی دچار گرفتگی عضلات میشین،
از زنجبیل استفاده بکنید. عصاره زنجبیل باعث کاهش درد مفاصل و عضلات میشه. زنجبیل همچنین برای تسکین حالت تهوع شناخته شده، حتی به عنوان یک سلاح بالقوه علیه سرطان پروستات مورد مطالعه و تایید دانشمندان قرار گرفته. اسفناج. اسفناج سرشار از منیزیمه، ماده معدنی که باعث کاهش التهاب در رگهای خونی و افزایش جریان خون میشه. اسفناج همچنین سرشار از فولاته که باعث افزایش جریان خون به اندامهای تناسلی شده و قوای جنسی آقایان رو به شدت تقویت میکنه. گزینه بعد قارچه. قارچ‌ها علاوه بر اینکه کم کالری هستند، مقدار بسیار زیادی پتاسیم دارن، ماده مغذی که میتونه به کاهش فشار خون کمک کنه و اثرات منفی سدیم اضافی رو جبران کنه. مصرف قارچ همچنین باعث تقویت سیستم ایمنی بدن آقایان میشه. گوجه فرنگی. گوجه فرنگی مزایای بسیاری برای سلامتی داره. از جمله مهمترین مزایاش میتونیم کمک به حفظ سلامت پروستات رو اسم ببریم. گوجه فرنگی برای مردان ایده‌آله، چون حاوی آنتی اکسیدان لیکوپنه. این کاروتنوئید قدرتمند که به گوجه فرنگی رنگ قرمز میده میتونه خطر ابتلا به سرطان پروستات در مردان رو کاهش بده. برای جذب بهتر لیکوپن بهتره گوجه فرنگی رو بپزید. کلمه بروکلی. این سبزی پرخاصیت میتونه از بدن در برابر بیماری‌های قلبی و سرطان که دو تا تهدید جدی برای مردان بالای 35 سال هستند محافظت کنه. کلمه بروکلی حاوی مقادیری منیزیم و پتاسیم که هر دو برای بهبود فشار خون بسیار عالی هستند. بروکلی همچنین دارای مقادیری از سایر مواد مغذی مثل آهن، کلسیم، فیبر و یک فیتوشیمیایی به اسم سولفورفانه که خاصیت ضد سرطانی به ویژه در برابر سرطان پروستات و روده بزرگ داره. مورد بعدی بامیه است. بامیه بسیار عالیه برای سلامت مردان. در افزایش مایع منی و همچنین کاهش غلظت اون مؤثره. بنابراین میتونید در مواردی که مشکلات ناباروری به علت کمبود تعداد اسپرم وجود داره بسیار مفید واقع بشه. همچنین خواص بامیه برای مردان به صورت ویژه شامل تقویت پروستات و کمک به رفع اختلالات نعوذ با مصرف منظم اونه. بامیه همچنین به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی به بهبود عملکرد کلیه ها کمک میکنه، به خصوص در مواردی که به دلیل دیابت اختلال در سلامت کلیه ها رخ داده. ترکیبات فعال موجود در بامیه میتونه التهابات و آسیب های موجود در اونها رو کاهش بده. دوستان عزیز، ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه هم بودید. فراموش نکنید که ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید. همیشه سلامت باشید. خدا نگهدار.